در نخست سرخط خبرها، پا گرفتن افغانستان در جایگاه چهارمین کشور فاسد جهان در گزارش سازمان شفافیت بین المللی. عمده دلیلی داده چې د افغانستان حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې جدي اقدامات ندی کړي او پاتې راغلی دی. اشراک رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در مراسم افتتاح پروژه تابی در داخل افغانستان، بخش دوم این پروژه فردا در ولایت هرات افتتاح می شود. فردا با افتتاح پروژه تاپی فرصت‌های بسیار مهم در عرصه‌های مختلف از جمله در خط آهن، فایبر نوری، انتقال انرژی برق، خط آهن و سرک‌های منطقه‌ای فراهم می‌شود. و ادامه بمباران مواضع مخالفان مسلح دولت سوریه از سوی ارتش این کشور. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر و بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 3 اوت سال 1396 خورشیدیست که برابر می شود با 22 فوریه سال 2018 میلادی. جمیله رسولی هستم با مشروع خبرها این ساعت. افغانستان در رده‌بندی سازمان شفافیت بین المللی چهارمین کشور فاسد جهان معرفی شد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان با کسب 15 امتیاز در میان 180 کشور در جایگاه 177 قرار گرفته است. با گفته سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در سال 2017 در زمینه مبارزه با فساد پیشرفت نداشته و 4 رده نسبت به سال گذشته سقوط کرده است. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که رهبری حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام بوده است. بر بنیاد رده‌بندی سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در سال 2017 میلادی با کسب 15 نمره از 100 نمره چهارمین فاسدترین کشور در میان 180 کشور جهان از لحاظ فساد اداری شناخته شده است. بر بنیاد این رده‌بندی سومالیا با کسب 9 نمره، سودان جنوبی با 12 نمره و سوریه با 14 نمره به ترتیب اول، دوم و سومین فاسدترین کشورهای جهان از لحاظ سنجش فساد شناخته شده اند. زلاند جدید با کسب 89 امتیاز و دنمارک با کسب 88 امتیاز در مقامهای اول و دوم قرار گرفته اند. یافته های سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که در میان کشورهای جهان در افغانستان هنوز هم بیشترین فساد اداری وجود دارد. دیدبان شفافیت افغانستان و مؤسسه شفافیت افغانستان امروز در یک نشست خبری گفتند رده‌بندی شفافیت بین المللی نشان می دهد که رهبری حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام بوده اند. تا حال از مرکز عدلی و قضایی مایی صدا را نشنیدیم. به خاطر از اینکه مستقل نیستن، هر کس شون اگر صدای خود را بلند کنن، فردا در وظیفه خود نخواهد بوده. به شمول لوی سرنوال که واقعا استقلالاتی که لازم است باید برش داده شوه، از طرف حکومت وحدت ملی داده نشده و باید مطابق میل رئیس جمهور و رئیس اجرای باید کار کنن. در غیر آن لوی سرنوال هم شاید نتونه که به وظیفه خود ادامه بتن. یو هغه عامل چې نن افغانستان د فساد په درجه بندی کې نزول کړی دی او په موږ پخوانی نمره اخستی دي. عمده دلیل دا دی چې د افغانستان حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې جدي اقدامات ندی کړي او پاتې راغلی دی. دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در کار نهادهای مبارزه با فساد اداری به مداخله متهم کرده میگویند مداخله حکومت به این نهادها باعث شده است که افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری ناکام باشد. به باور دیدبان شفافیت افغانستان
تا زمانی که مسئولان درجه یک کشور با قاطعیت در امر مبارزه با فساد اداری عمل نکنند و نهادهای مبارزه با فساد اداری مستقل نباشد، سطح فساد اداری در کشور کاهش نخواهد یافت. تا زمانی که ما نهادهای مستقل نداشته باشیم، ما نمیتونیم در امر مبارزه علیه فساد اداری موفق بشیم. و تحت تاثیر گذاشتن نهادها به هر بهانه‌ای که باشد، متاسفانه خودش به صورت طبیعی باعث افزایش فساد اداری میشه. بررسی های گذشته دیدبان شفافیت افغانستان نشان میده که پارلمان افغانستان به جایی که در زمینه مبارزه علیه فساد نقش مؤثر داشته باشند، متاسفانه عامل فساد در عرصه های مختلف شدند. حکومت اما میگوید در امر مبارزه با فساد اداری کارهای را انجام داده است و افغانستان در همان جایگاه سال گذشته است و نزول نداشته است. امتیازاتی که سال گذشته افغانستان داشت که 15 نمره بود، این سال هم دقیقاً 15 نمره است. پدیده فساد یک واقعیت است که در نهادهای ما وجود دارد، ولی تغییری که به وجود آمده چی است؟ اولی که استراتژی ملی مبارزه با فساد نهایی شده و پلان عمل برای تمام وزارتخانه هایی که بیشترین عواید و بیشترین مصرف داره در حال نهایی شدن هست. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان نقش پارلمان را در کار مبارزه با فساد اداری در کشور بسیار مهم و اثرگذار دانست. اما گفتند برخی از اعضای پارلمان به جای اینکه در کار مبارزه با فساد اداری کار را انجام دهند، خود آنان عامل فساد شده اند. به گفته دیدبان شفافیت افغانستان، از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا هنوز نزدیک به 1500 پرونده فساد به حکومت وحدت ملی سپرده شده است، اما تا هنوز به بسیاری از این پرونده ها رسیدگی نشده است. دولت افغانستان آغاز کار پروژه تاپی را یک تحول بزرگ و مهم برای افغانستان و منطقه می‌داند. برخی از مسئولان حکومتی با بیان این مطلب می‌گویند که این پروژه جنگ را به صلح تبدیل نموده و جایگاه جغرافیایی افغانستان را برجسته می‌سازد. با گفته این مسئولان، پروژه تاپی افغانستان را به چارای ترانزیتی منطقه بدل کرده و سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان عاید خواهد داشت. بخش دوم پروژه تاپی یا خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند فردا رسما در ولایت هرات آغاز می شود. در مراسم افتتاح بخش دوم این پروژه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، رئیس جمهور ترکمنستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجه هند اشتراک می کنند. سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری آغاز کار این پروژه را یک تحول بزرگ برای افغانستان و منطقه می داند. او می گوید که این پروژه جایگاه افغانستان را در معادلات اقتصادی منطقه تثبیت خواهد کرد. فردا با افتتاح پروژه تاپی فرصت‌های بسیار مهم در عرصه‌های مختلف، از جمله در خط آهن، فایبر نوری، انتقال انرژی برق، خط آهن و سرک‌های منطقه‌ای فراهم می‌شه که خودش یک تحول بسیار مهم در منطقه است. در همین حال نشست حمایت و استقبال از آغاز کار پروژه تاپی با حضور مسئولان وزارت‌های خارجه، تجارت و صنایع و معادن و پترولیم در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان در نشست نقش پروژه تاپی را برای پیشرفت صنعت در افغانستان مؤثر می‌دانند و می‌گویند که عبور پایپلاین پروژه تاپی سالانه 400 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان عاید خواهد داشت. هدف حکومت افغانستان است که ما ژئوپلیتیک جنگ افغانستان را به یک ژئوپلیتیک صلح تبدیل بکنیم. این تبدیل ژئوپلیتیک جنگ به ژئوپلیتیک صلح امکان پذیر نخواهد بود مگر ای که ما جایگاه ژئواکونومیک افغانستان یا جغرافیای اقتصادی افغانستان را نسبت به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک افغانستان برجسته تر بسازیم. افغانستان به سالانه شکل سره دی 1500 میلیون متریک مکعب گاز د لس کلونو لپاره ترلاسه کوي. د شلو کلونو لپاره به مونږ د دې پایپ لاین لارې 1 میلیارد متریک مکعب گاز ترلاسه کوو او د راتلونکو 150 کلونو لپاره به مونږ 1.5 میلیارد متریک مکعب گاز سالانه ترلاسه کوو. دې ترڅنګ چې مونږ گاز ترلاسه کوو 400 تا 500 میلیون ډالر پورې به ترانزیت فیسی. شمار دیگر از اشتراک کنندگان این نشست می گویند که پروژه تاپی می تواند افغانستان را به چهارراه ترانزیت منطقه مبدل سازد.
درباره نقش پروژه تاپی و اهمیت ازی امودید حکومت وحدت ملی و جلاد ماب رئیس جمهور که افغانستان می خواهیم یک چارای ترانزیت باشه میریم به طرف عملی شدن ازی دید و این برنامه ها و امروز افتتاح کار پروژه تاپی که فردا شروع میشه تحقق بخشیدن به مو برنامه ها است. دولت افغانستان هم نقش بسیار مؤثر و مهم و محوری در ایجاد و در ابتکار برنامه ها، مکانیزم ها و پروژه های منطقوی نقش محوری داشته است که مهمترین آن پروژه تاپی است. پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند بیش از 1800 کیلومتر طول دارد که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. بخش اول این پروژه در داخل خاک ترکمنستان تکمیل شده است و قرار است بخش دوم آن در داخل خاک افغانستان فردا رسما آغاز شود. خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز و قندهار عبور و به کشورهای پاکستان و هند امتداد می‌یابد. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور در سفر به عربستان سعودی امروز با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور دیدار کرد. دفتر شورای امنیت ملی کشور با بخش خبرنامه میگوید مشاور امنیت ملی کشور در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی در مورد موضوعات مهم از جمله پروسه صلح کشور گفتگو کرده است. در خبرنامه آمده است که محمد بن سلمان در این دیدار از پروسه صلح کشور اعلام حمایت کرده گفته است که تمام طرف ها باید از این پروسه حمایت کنند. در این دیدار ولیعهد عربستان سعودی همچون از مبارزه افغانستان در برابر عراسفگنی اعلام حمایت کرده و گفته است که عربستان سعودی آماده است دولت افغانستان را در این زمینه کمک کند. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی در این دیدار همچون در مورد موضوعات اقتصادی نیز میان دو طرف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. قرار است فردا اولین دهلیز هوایی میان کابل و آلماتا پایتخت قزاقستان گشایش یابد. مشاوریت ارشد مقام ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری میگوید که قرار است از طریق این دهلیز هوایی کالاهای تجاری میان افغانستان و قزاقستان انتقال یابد. مسئول روابط عامه این مشاوریت همچون آغاز توزیع ویزا برای تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی در میدان هوایی کابل را یک گام مهم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌داند. گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و قزاقستان قرار است فردا اولین پرواز از میدان هوایی حامد کرزی از طریق دهلیز هوایی میان کابل و آلماتا پایتخت قزاقستان صورت گیرد. مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد مقام ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری امروز در یک نشست خبری گفت که از طریق این دهلیز هوایی کالاهای تجارتی میان افغانستان و قزاقستان انتقال خواهند یافت. قرار است فردا نخستین پرواز به شهر آلماتی قزاقستان صورت بگیره، یعنی بعد از دهلیز هوایی که با شهرهای مومبای و دهلی از میدانهای هوایی کندهار و کابل صورت گرفت، اینک ما قرار است که فردا 4.6 تن اموال تجارتی افغانستان را به شهر آلماتی قزاقستان بفرستیم. وی همچنان میگوید که برنامه دادن ویزا به تاجران در میدان هوایی کابل یک اقدام مهم برای جلب سرمایه گذاران خارجی در کشور می باشد. سرمایه گذاران خارجی با محض ورود به میدان هوایی کابل می توانند که از ویزه هنی ورود استفاده بکنند. در مورد پروسه تای مراحل اسناد هم که پیش از این شکایت های وجود داشت و نیاز داشتند که به چند اداره مراجعه بکنند در خارج از افغانستان، اما در حال حاضر هم این مشکل رفع شده و آنها فقط با داشتن سند تاییدی از اتاقای تجارتشان می توانند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. این در حالی است که قبلا افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به دو شهر هند وصل شده بود. از طریق این دهلیزهای هوایی تا کنون 70 پرواز از میدانهای هوایی کابل و قندهار به شهرهای مومبایی و دهلی هند صورت گرفته است که در این پروازها 200 تن کالاهای تجارتی انتقال یافته است.
اعضای یک گروه ده نفری که قصد حملات تخریبی را در مراسم افتتاحی پروژه تاپی داشتند با زمین گذاشتن سلاح‌هایشان به پروسه صلح یکجا شدند. ولی هرات بدون نام بردن از کشور خاص میگوید که این افراد از سوی دشمنان افغانستان مأمور شده بودند تا پروژه تاپی را اخلال کنند. قرار است کار پروژه انتقال ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هند فردا از سوی رئیس جمهور غنی و مقام های این کشور در ولایت هرات افتتاح شود. تسلیم شدن یک گروه ده نفری در ولایت هرات که مأمور شده بودند تا اعمال تخریبی را در ولایت هرات در افتتاح پروژه تاپی انجام دهند. والی هرات بدون نام بردن از کشور میگوید که این افراد از سوی دشمنان افغانستان آموزش دیده و میخواستند اعمال تخریبی را در افتتاح پروژه تاپی انجام دهند. به گفته والی هرات این افراد با درک اهمیت پروژه های بزرگ اقتصادی مانند تاپی سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و به پروسه صلح یکجا شدند. به اینا از طرف دشمنان مردم افغانستان گفته شده بود که اینا پروژه افتتاح تاپی را اینا تخریب بکنند، سبوتاژ بکنند. اما اینا درک کردند که منافع مردم افغانستان، منافع نسل‌های آینده افغانستان در این است که همچو پروژه بزرگ زیربنایی افتتاح شود. اعضای این شبکه ده نفری که سلاحشان را زمین گذاشتند میگویند که در خارج از کشور آموزش‌های نظامی را فرا گرفتند. پرزه میده میره مداخل ایران در 15 روز بیشتر وقت نمیده که مداخل هر شهر ایران که میری. پاکستان که آزاد همه خونه دارم با پاکستان. اینجا 100% هر کدوم که ما نفر تازه نفس که میبریم اینجا آموزش میده. معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله که در حال حاضر در ولایت هرات به سر میبرد هشدار میدهد که تمویل هراس افغانان از سوی بعضی کشورها روزی برای خود این کشورها دردسرساز خواهد شد. او کشورهایی که واقعیت در این پروسه اگر دخیل هستند اونا باید فرداهای نسل خودشان در نظر بگیرند که این آتش دامنگیر خود از اونا نشد. با اون لحاظ ما میخواهیم که افغانستان یک کشور بی‌آلایشی باشند که هیچ گاهی همسایه ما احساس نگرانی نداشته باشند. قرار است پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند فردا از سوی رئیس جمهور غنی با حضور مقام‌های بلندپایه کشورهای ترکمنستان، پاکستان و هند در ولایت هرات افتتاح شود. مسئولان محلی در ولسوالی امام صاحب قندوز هشدار می‌دهند که فعالیت هراس افغانان خارجی در این ولسوالی رو به افزایش است. ولسوال امام صاحب قندوز ادعا می‌کند که جنگجویان خارجی مخالفان مسلح را در این ولسوالی در فعالیت‌های آموزشی و هراس افغانی کمک می‌کنند. ولسوال امام صاحب هشدار می‌دهد که اگر برای جلوگیری از فعالیت‌های این گروه اقدام نشود، مشکلات امنیتی در این ولسوالی افزایش خواهد یافت. با این حال قمندان امنی قندوز می‌گوید که با راه اندازی عملیات نظامی این هراس افغانان را از بین خواهند برد. شمار زیاد از طالبان مسلح با لباس‌های ارتش صبح امروز به منطقه دهک در نزدیکی شهر فرا سرازیر شده و قصد ایجاد پوسته‌های تلاشی را در این منطقه داشتند. در حالی که برخی منابع تعداد طالبان را بیش از 50 تن گفتند، اما معاون والی فرا شمار این افراد را 20 تن گفته است. معاون والی فرا همچنان گفته است که پس از حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی بر این افراد آنان از این منطقه فرار کردند. در خارج از کشور، بمباران آخرین مواضع شورشیان در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. بر اساس گزارش ها از یک شنبه شب تا اکنون بیش از 300 تن در منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق کشته شدند و صدها تن دیگر نیز زخمی شدند. با گفته ناظران حقوق بشر و سازمان های امدادی، جنگنده های روسیه و سوریه شفاخانه ها و اهداف غیر نظامی را هدف قرار دادند. این حمله ها در حال انجام می شود که سازمان ملل خواستار توقف این حمله ها شده که در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه شدیدترین حمله های هوایی بوده است. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل قوطه شرقی سوریه را به عنوان جهنم روی زمین یاد کرده و خواستار توقف درگیری ها در آن شده است. سخنگوی کاخ سفید گفته است ایالات متحده حملات اخیر دولت مرکزی سوریه و روسیه به قوطه شرقی را شدیداً محکوم می کند.
آمریکا از جامعه بین المللی نیز خواسته است تا این عملات وحشتناک را محکوم کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اتحادیه اروپا خواستار افزایش فشار بر روسیه و ایران برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شده است. انگلا مرکل افزوده است ایران و روسیه که هر دو عامی نیروهای دولتی نیز هستند، نیز همراه با رئیس جمهور بشار اسد مسئولیت ویژه در این زمینه دارد. سخنگوی کاخ کرملین اما این حملات از این عملات حمایت کرده و گفته است که روسیه مسئول وضعیت موجود در منطقه زیر کنترل شورشیان نیست، بلکه مسئولیت آن بر عهده عامیان آن است. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران میگوید کشورش تماس‌های با سوریه، روسیه و ترکیه برای پایان دادن به بحران انسانی در قوطه شرقی شده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که همه نگران این وضعیت هستند. روسیه با محکوم کردن ایران در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در یمن مخالفت کرد. بریتانیا، فرانسه و آمریکا پیشنویس قطعنامه ای را آماده ساختند که در آن علاوه بر تمدید تحریم تسلیحاتی یمن برای یک سال دیگر، ایران را نیز به خاطر ناکامی در جلوگیری از ارسال سلاح به یمن محکوم می‌کند. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته است که این قطعنامه مربوط به تحریم‌های تسلیحاتی یمن است و موضوع محکومیت ایران در آن نباید مطرح شود. در همین حال سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه در شورای امنیت با بردن از بحران‌های موجود در خاورمیانه می‌گوید که حکومت ایران سرچشمه اکثریت این مشکلات است. آمریکا میگوید دولت ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. ایران اما این اتهام ها را رد کرده و واشنگتن را به ایجاد گسترش و حمایت از گروه های ارسافکن متهم کرده است. دولت مونتنگرو از یک انفجار در سفارت آمریکا در این کشور خبر می‌دهد. دولت این کشور می‌گوید که فرد ناشناس شب گذشته یک آله انفجاری را به داخل سفارت آمریکا در پایتخت این کشور پرتاب کرده است و سپس خود را کشته است. تا هنوز چیزی در مورد تلفات این رویداد گفتن نشده است. سفارت آمریکا پیش از این رویداد هشدار امنیتی صادر کرده بود و از شهروندان این کشور خواسته بود از سفارت دور بمانند. شاگردان و والدین قربانیان رویدادهای مختلف تیراندازی در مکتب آمریکا در دیدار با رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدامات جدی برای محدودیت حمل سلاح و مسئولیت مکاتب و شاگردان در آمریکا شدند. رئیس جمهور آمریکا پس از شنیدن نظریات آنان از مفکوره مسلح کردن معلمین مکاتب این کشور در صنف‌های درسی حمایت کرد. آقای ترامپ گفت که موظف ساختن اعضای پیشین خدمات نظامی در مکتب می توانند این مشکل را با بسیار خوبی حل کنند و ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد. در تیراندازی هفته گذشته در یکی از مکاتب در ایالت فلوریدا آمریکا 17 تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. کره جنوبی گفته است یک جنرال بلندپایه کره شمالی در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی شرکت خواهد کرد. کره جنوبی گفته است جنرال کیم در صدد یک هیئت 8 نفره برای 3 روز به این کشور سفر خواهد کرد. او قرار است در مدت اقامت خود با مون جو ان رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از ایوانکا و مشاورش خواسته تا به هیئت آمریکا برای مراسم اختتامیه به پیونگ چانگ سفر کند. بیشتر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که کشورش آماده گفتگوی بدون پیش شرط با کره شمالی است. کیم یونگ جونگ خواهر رهبر کره شمالی و کیم یونگ نام که عنوان رئیس دولت کره شمالی را دارد در مراسم افتتاحیه زمستانی حضور داشتند. این بلندترین هیئت اعزامی کره شمالی با سئول از زمان جنگ میان دو کره در سالهای اخیر است. حضور این هیئت در کره جنوبی و دیدار آنها با رئیس جمهور کره جنوبی باعث گرم شدن روابط میان دو کشور شده است. ذات پایانی این بسته خبری، سپاسگزار از اینکه در این بسته خبری با ما بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.